نشست علمی روزانه آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی روز شنبه سوم جمادی الاولای سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با تبعیض در تقلید فرمودند این مسئله در کتاب اروت الوسخ آمده و اکثر فقه ها هم مطابق با آن نظر دادند که تبعیض در تقلید جایز نیست و مکلف نمیتواند در برخی از مسائل از یک مشتهد و در برخی مسائل دیگر از مشتهد دیگری تقلید کند معظم الله در ادامه فرمودند البته تبعیض در تقلید در جایی که علم بودن شرط نیست یا شناختن علم از بین چند نفر ممکن نباشد اشکال ندارد لذا اگر در جایی علم بودن شرط است و همچنین علم بودن محرز است تبعیض در تقلید جایز نیست ایشان با اشاره به برخی دیگر از موارد جواز تبعیض در تقلید فرمودند تبعیض در تقلید میان دو مشتهدی که در علم مساوی هستند یا لاقل اعلم بودن محرز نیست هم اشکال ندارد آیت الله لزما شیرازی در رابطه با اعمال فردی که چند سالی به فتوای مشتهدی عمل کرده و بعدا برای او مشخص می شود که اعلم مشتهد دیگری است فرمودند در اینجا قاعده اجزا جاری می شود و اعمال گذشته این فرد مورد قبول است اما باید از این پس به فتوای مشتهد اعلم عمل نماید لازم به ذکر است که اجزا اصطلاحی در علم اصول فقه است که در لغت از ریشه جز گرفته شده و به معنای اکتفا کردن به چیزی است و در اصطلاح اصولی به معنای کافی بودن عمل انجام شده از اعاده و قضا یا ساقط شدن قضا می باشد و در این باب در علم اصول فقه و مسائل مربوط به آن فروع مختلفی بیان شده است با هم فرمایشات آیت الله لازما شیرازی را ببینیم و بشنویم هیچ اشکال نداره در مورد تقلید اگر جهل بود چه به اعلمیت چه به چیزهای دیگه و عمل کرد قاعده اجزاء هست یعنی قبول گذشته ها قبول از این به بعد باید عوض کنه این را در باب خود تقلید عروه داره و فروع مختلف هم داره و ظاهرا و غالبا هم حاشیه نکرده حتی من دیدم بعضی مراجعی که تو اصول میگن قاعده اجزا حتی در اینجا قبول نیست اما در تقلید عروه حاشیه نکردم قبول کردم لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاه فرکانس 1273 بیننده نشسته علمی باشید